If Tehran returns to compliance with the deal, I would rejoin the agreement. یک ماه از ریاست جمهوری بایدن گذشته و با وجود قصد او برای بازگشت به برجام هنوز این اتفاق رخ نداده. ماجرا از این قرار است که بازگشت دولت بایدن به برجام به چند دلیل پروسه‌ای زمان بر است. اولین دلیل اختلاف نظر در تیم بایدن است. مثلا برخلاف رابرت مالی، سالیوان و مک‌گورک از مسئولان ارشد حوزه خاورمیانه در دولت خواهان برخورد سخت‌تر با ایران هستند. اختلاف نظر در دولت آمریکا مانند موضوعی که بن رودز دستیار ارشد اوباما تعریف کرده معمولا جدی است. او گفته سال 2013 برای دولت آمریکا ثابت شد بشار اسد مسئول یک حمله شیمیایی است. اما مقام‌های امنیتی و ارتش مخالف حمله نظامی بودند چرا که نمی‌خواستند مسئولیت جنگ جدید را بر عهده بگیرند. به علاوه فاکتور مهم دیگری یعنی کنگره و تهدیدهای جمهوری خواهان باعث طولانی شدن پروسه تصمیم گیری و منتفی شدن حمله شد. دلیل دوم مربوط به این فرد است، باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا که از مخالفان برجام است. به نوشته که پولتیکو، منندز به دولت بایدن گفته پیش از مذاکره با ایران از لغو تحریم ویژه پرهیز کند. دولت بایدن مجبور است با او راه بیاید زیرا بسیاری از مقامات دولت باید توسط سنا و کمیته روابط خارجی تایید شوند. دلیل سوم یک نگرانی مشترک بایدن و بلینکن است که فارین پالیسی به نقل از نزدیکان بایدن آن را توضیح داده. آنها نگرانند که با دادن امتیاز به ایران در همین ابتدای کار ضعیف تلقی شوند و خشم جمهوری خواهان را برانگیزند. دلیل چهارم آن است که دولت بایدن هنوز به طور کامل شکل نگرفته و برخی پست‌های آن در ارتباط با ایران خالی است. و سرانجام دلیل پنجم را باید در ضرب‌العجل مجلس ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی جستجو کرد. به نوشته که پولتیکو، بسیاری از دستیاران بایدن معتقدند بازگشت به برجام قبل از این ضرب‌العجل نوعی تسلیم تلقی می‌شود. به بیان ساده‌تر، مصوبه مجلس تا حدی هزینه را برای ایران بالا برده و فرصت از تهران را برای مانور دیپلماتیک بیشتر گرفته.